سلام علیکم چطورین ببینید ریخت و کردیم آقا گفتیم موتورولا هر چیز زده رو بیاریم سری ایج 50 و اینم که ریزر 50 اولترا که همین تازگی پیش پای شما معرفی شده احتمالا بتونید حد بزنید که این تنوع محصول رو چه فروشگاهی میتونه در اختیار ما بذاره و این سرعت گوشی آوردن کی داره نیک دیجی بله نیک دیجی این گوشی داره در اختیار ما گذاشته حالا من گفتم وقتی این گوشی ها هست اصلا بیایم یه نگاه کلی بندازیم یعنی موضوع این ویدیو اینه در واقع میخوایم یک نگاه به برند و گوشی هاش توی بازار ایران بندازیم و ببینیم که این برند معروف و قدیمی الان تو بازار ایران چه گوشیهایی داره، جدیدترین مدلاش چیه و اصلا ارزش خرید داره یا نه. <applause> خب اول بیاین یکم کوتاه در مورد خود موتورولا بگم و کم کم بریم سراغ سری های مختلف و مدلایی که الان توی بازار ایران ما میتونیم تهیه بکنیم. ببینید بچه ها همه چیز از حدود سال 1920 شروع شد. پاول گالوین به شیکاگو رفت تا بنده خدا کار پیدا بکنه. تو چند تا شرکت باتری سازی کار کرد و بعدش گفت آقا من تا کی بعد واسه اینو اون کار بکنم باید بیام کسب و کار خودمو بزنم این شد که رفت سراغ داشش جو و بعد از اول پرسی گفت یه همکاریمون نشه این شد که کارخونه گالوین رو سال 1928 این بندگان خدا افتتاح کردن بعد میخواستم وارد صنعت رادیوهای قابل هم بشن و دیگه نمیدونم یه سری چی بگم آزمایش رو انجام بدن تا بتونن مثلا رادیوهای برای ماشینا بسازن و اینجور کارا حدود دو سال بعدش موتورولا شکل گرفت که در واقع ترکیبی از اسمهای موتورکار و ویکترولای دیگه خیلی طولانیش نکنم خلاصش بکنم کلی دستگاه مختلف رو مهم و در واقع مهم رو معرفی کرده مثل پیجر و تا حالا از تولید کننده های بزرگ تو زمینی گوشی های هوشمند اینم بگم که بخش موبایل این شرکت خب سالهاست که توسط لنوو خریداری شده و یکی از زیرمجموعه‌هاشه حالا این گوشی خوشگلا اصلا چه سریایی داره ببین موتور توی این سالا ها گوشی های زیادی رو تولید کرده که توی سری های مختلفی وارد بازار شدن مثلا سری G که گوشی های میان ردش و معمولا هم مشخصات خوبی دارن و نسبت به قیمتش خب گوشی های هستن که میارزن مدل های مختلفی داره از G04 تا G85 که الان تو بازار ایران مثلا جی 14 با قیمت 7 تومن G54 با قیمت دوده 10 تومن G84 هم با قیمت دوده 13 تومن شما میتونید پیدا بکنید سری بعدی سری ایه که اونم باز اقتصادی با امکانات خوب مدلایی که هست میتونم به ای 13 ای 40 اشاره بکنم تو بازار ایران خیلی جا نیفتاده یا پیدا نمیشه یا اگه پیدا بشه واقعا سخت پیدا میشه خیلی خب بریم سر وقت سری بعدی و کاری یعنی اج که گوشی های بالا رده و در واقع پرچمدار مطالعات توی این سری معرفی میشن بچه خانواده اج سی شامل خود اج سی، نو فیوژن، پرو و اولترا میشه که پرو شما بررسی کرده بودیم اج چهل یه داشتیم که بررسیشم کرده بودیم لینکش هم این بالا میذارم و اج چهل و چهل پرو میرسیم به اصل جنس. یعنی این اج 50 هایی که ما در اینجا میبینیم همین تازگی ها معرفی شدن شامل این فیوژن پرو و اج 50 در واقع اولترا میشه و نئو هم داره که هنوز معرفی نشده خب با هم دیگه یه نگاهی بهشون میندازیم اما فقط بچه هم ها همینا نیست واسه اینکه ویدیو جذاب تر بشه و همین الان هم شما این ویدیو رو لایکش بکنید ممنون میشم که لایک بکنید گفتیم دوره هم ریزر 50 اولتا رو هم بگیریم که گفتیم چیکار کنیم و زنگ زدیم امونیک جی. گفت الان چهارتاش رو به خط می‌کنم می‌فرستم زومیت شما حتما یه سر به وبسایتشون بزنید که اگر هر گوشی خاصی رو خواستید خاصی رو خواستید جاش نکتیجه یعنی شما هر گوشه فکر کنید نداره هم داره خلاص این شد که بهترین و تای مدل تاشای موتورولا یعنی ریزر 50 اولترا رو هم ما اینجا داریم بله سری بعدی بچه همین ریزر 50 در واقع ریزریه که دارید میبینید گوشه های تاشه موتورولا هستن و ریزر 50 پنجا و 50 اولترا جدیدتریناشه که همین پنجه تیر معرفی شدن و الان هم مدل اولترا شما اینجا دارین که جلوتر بیشتر ازش بهتون میگم خب بیاین با این گوشی اج 50 فیوژن شروع بکنیم بچه ها یه نگاهی میخوایم به این گوشی ها بندازیم و بعد تو دل صحبت بهتون میگم که اصلا گوشی موتورولا در واقع چه مذیعت هایی داره و میتونه برای کیا مناسب باشه یا اصلا شرفت نرن سراغش خب این فیوژن یه گوشیه که قیمت مناسبی داره و به نسبت اج های در واقع اج پنجه های دیگه ارزون تره به نظر من به شدت گوشی جذابی این گوشی کاش میتونستید پشت این گوشی رو لمس کنید تا ایسی که الان من میخوام ازش حرف بزنم و بهتر درکش بکنید چجوری بگم یه بافت مخملی مانندی داره که واقعا حس خوبی داره وقتی تو دستتون میگیریدش و اصلا آدم دلش نمیخواد واسش قاب بندازه چون یه قاب داخل جوش داره رنگای آبی تیره آبی روشن و همین صورتی رو داره این رنگ صورتیش رو بچه تقریبا به تمام خانم های دفتر من نشون دادم و واقعا پسندیدن رنگش واقعا رنگ خوشگلیه گوشی خوش دستی هم هست میدونید این نمایشگر خمیدش باعث شده که یکم بهتر تو دست بشینه بعد واقعا گوش سبکیه 175 گرمه دو تا نسخه داره اینی که میاد خاور میانه در واقع نمایشگر 6 7 اینچیه 144 هرزی و ترشه استبدراغان 7S نسل 2 داره و بالاترین نسخه‌ش هم 512 دوربین اصلیش هم بخوام بگم سری 5 مگاپیکسلی اولترا واید 13 که میشه باهاش عکسای مایکرو هم گرفت دوربین سلفیش هم 32 مگاپیکسلی که انصافا عکسای بدی نمیگیره میمونه باتریش باتریش هم 5000 میلی آمپر ساعتی با شارژ سری 68 واتی که تو جعبش هست و خب شارژش میتونیم بکنیم پس شارژر هم داخل جعبهش داره دیگه چی بگم اینو بگم که ایج فیوژن به طور پیش فرض با اندروید 14 رابط کاربری اختصاصی موتورولا که خیلی به اندروید خالص نزدیک عرضه شده چیزی که توی گوشه موتورولا خودم دوست دارم اصلا همینه در واقع موتورولا بچا برخلاف خیلی از شرکت های بزرگ دیگه مثل سامسونگ شیائومی یا هواوی رابط کاربری اختصاصی نداره و گوشی خودش رو با اندروید تقریبا میشه گفت خالص وارد بازار میکنه البته اینم بگم که اندروید خالص گوشی های موتورولا یکم با گوشی های خود گوگل تفاوت داره چون خود گوگل از در واقع پیکس... پیکسل لانچر و یه تعداد ویژگی های اختصاصی تو پیکسل ها استفاده میکنه از طرف دیگه موتورولا شخصی سازی های کوچیکی رو روی اندروید انجام داده و قابلیت های رو اضافه کرده مثلا بچا یه بخش باحال من بخوام مثال بزنم یه بخش باحال دارن گوشی موتورولا میاد یه بخش زیادی از قابلیت های شخصی سازیش رو توی اپلیکیشنی به اسم موتور قرار در واقع داخل یک فولدره من وارد فولدر موتو میشم و اینجا هم داخل اپلیکیشن موتو که وارد بشیم این قابلیت ها وجود داره توش میتونید یه سری تغییرات داشته باشید مثلا چی کار بکنید مثلا نمیدونم فونت تکست ها رو عوض بکنید یا نمیدونم سایزشون رو شما مثلا میتونید کو... کوچیک بزرگ بکنید توی بخش پرسونالایز که برید سایز آیکونا یا فرمشون رو تغییر بدید اصلا یه بخشی داره واسه های حرکتی مختلف مثلا نمیدونم قسمت کویک کپچر که روشن باشه وقتی گوشی تو دستتون باشه و دو بار موچتون رو بچرخونید مثلا الان اینجوری دوربین باز میشه و یه جور از این رو مثلا از این رو کارا میتونید انجام بدید یا حتی یه بخشی داره به اسم اجلایت که میتونید انتخاب بکنید زمانی که نوتیف میگیرید یا مثلا یکی بهتون زنگ میزنه این بخش منحنی نمایشگر چه شکلی بشه یا همچین مواردی یه چیز باحال دیگه هم داره تا همینجا هستی من دوباره وارد فولدر موتو بشم بچه میخوام در مورد ردی فور باهاتون صحبت بکنم میتونید گوشیتون رو با کامپیوترتون پیر بکنید خیلی باحال و کاربردی دیگه, دیگه یه محیطی مثل دکس سامسونگ میتونید داشته باشید میتونید تصویر گوشیتون رو بندازید روی پیسیتون دیگه قسمت هم مثلا کراس کنترل داره که میتونید موس پی رو ببرید روی گوشی و مثلا فایل ها رو با درگ اند دراپ جابجا بکنید دیگه نمیدونم موتو سیکور داره که یه چیزی تو مایه های همون سکیور فولدر سامسونگ اگه باش آشنا باشید و واقعا چیز مهم و بکاریه واقعا دمش گرم که همه اینا رو داره خلاصه که اینجوری بهتون میگم حس و حال سیستم عامل هر گوشی یا رابط کاربریش تا حد زیادی خب سلیقه اینو به نظرم همه باید بپذیریم ولی به نظر من کار کردن با بعضی از گوشی ها حس و حال خیلی جذابی داره و گوشی مترولا برای من اینطوریه این, این دستگاه قابلیت مبتنی بر هوش مصنوعی هم داره مثلا میتونیم در واقع به کمک هوش مصنوعی موتور ای آی یه سری کارا بکنیم سرعت شاتر رو تو برنامه دوربین تنظیم بکنیم فوکوس خودکار و مدیریت و ها و ها و رنگ ها رو تو عکس بهینه بکنین که البته خیلی هم خوب این کار لاقل الان انجام نمیداد قیمت این گوشی هم نسخه 512 12 ش حدود 37 میلیون تومن خیلی خب من اینو بذارم کنار بریم سراغ گوشی خوشگل بعدی یعنی ایج 50 پرو شما رنگ و ببین آدم حال میکنه پنل پشتی این گوشی چرم گیاهیه ولی بافتش یکم یک با گوشی قبلی فرق میکنه من فیوژن بیشتر دوست داشتم ولی خیلی از بچهای شرکت مخالف من بودن اینو بیشتر دوست داشتن دیگه حالا نمیدونم نظر شما چیه بعد حتما تجربهش بکنید گوشی که حس فوق العاده پریمیوم بهتون منتقل میکنه یه چیز دیگه هم که من از گوشی های موتورولا دوست دارم همین طراحی و حس حالی که گوشیاش با آدم میده واقعا با حال طراحیش اکثر گوشیاش خوش دستن ارگونومی خیلی خوبی دارن وزن آنچنان زیادی ندارن کیفیت ساختشون هم خیلی خوبه آها اینو بگم آقا یه چیزی که من خودم به شخصه در مورد طراحی گوشی جدید موتورولا خیلی دوست دارم این طراحی فریم دوربیناشه یعنی شما اگر دقت بکنید به طراحی فریم دوربینا متوجه میشید که لنز دوربینا بیرون زدگی زیادی نداره فریم دوربین یک پارچه با پنل پشتی و واقعا چیز خفنیه به نظر من که بقیه برند ها باید این مدل طراحی رو اعمال بکنن این کلمه اعمال رو نمیدونم چی مشابهش بزنم. این گوشی بچه ها تمرکزش روی نمایشگر دوربینه و اولین گوشی دنیا با دوربین شده توسط شرکت پنتونه پنتا مشا یه شرکت تو آمریکا است تو زمینه رنگ فعالیت میکنه معمولا افرادی که تو زمینه های حالا طراحی گرافیک و نمیدونم صنعت مد و اینجور جور چیزا دکوراسیون و اینا فعالیت میکنن این برند رو بهتر میشناسن همه محصولاتی که تاییدیه پنتون رو دارن از تست های مشخص و همچین سرسختی موفق باید بیرون بیان که بتونن این تاییدیه رو بگیرن و دقت زیادی توی نمایش رنگ ها دارن وقتی این تاییدیه میگیرن تازه تاییدیه پنتون رو برای نمایشگر هم گرفته تا رنگ ها رو دقیق تر نشون بده موتورولا اج 50 پرو تراشش استاب 7 جن تریه و بالاترین نسخهش 512 با 12 گیگ صفحه نمایش 6.7 اینچی اولد خمیده با وضوح 1.5K نرخ 9144 هرتز و, هرت و حداکثر روشنایی 2000 نیت باتریش هم 4500 میلی آمپر ساعته ما اینجا بچه و الان نسخه ای که داریم در واقع بهترین و بالاترین کانفیگشه از شارژ سری سیمی 125 وات پشتیبانی میکنه اما مدل پایه توان شارژ 68 واتیه داخل جعبش این شارژر خفن 125 واتی هست دوربین اصلیش هم که 50 مگاپیکسلیه یه دوربین تلفوتوی 10 مگاپیکسلی با زوم اپتیکال سه برابری و یه دونه دوربین اولترا واید 13 مگاپیکسلی با پشتیبانی از عکس برداری ماکرو در واقع ترکیب دوربین های این گوشی که دست منه قیمتش هم الان تو این نسخه ای که ما داریم حدود 47 میلیون تومانه خب اینا بذاریم کنار من میگم سری اجا تمام بکنیم بعد بریم سراغ این در واقع ریزر 5 اولترا پس این شما و این اج 50 اولترا که از سرانگشت داشت و باز شد بله نسخه های چرمی و چوبی داره واقعا گوشی خوشگلیه حس پرچمدارو قطعا بهتون منتقل میکنه صفحه نمایش این گوشی مثل دوتای قبلی 67 اینچی اولده و با نرخ 144 هرتز این نمایشگر حد اکثر روشنایی 2500 نیت داره و با پشتیبانی از HDR10+ عمق رنگ 10 بیتی میده خلاصه بگم که نمایشگر فوق العاده خفنی داره نمایشگر و دوربین این گوشی هم گواهی پنتون رو گرفته ترشش 6 جنتیریه بالاترین نسخش یک ترابایت با 16 گیگرمه باتریش 4500 میلیون ساعته و از شارژ سیمی 125 وات پشتیبانی میکنه که تو جعبش هم هست این گوشی حسگر دوربین اصلیش 5 مگاپیکسلی از فوکوس خودکار و لرزشگیر اپتیکال پشتیبانی میکنه حالا نکته جالب تو این گوشی دوربین تلفوتای پریسکوپیشه که نسخه پرو اگه یادتون باشه الان بهتون گفتم چند ثانیه پیش تلفوتوش پریسکوپی نبود و 10 مگاپیکسلی بود ایشون پریسکوپیه و 64 مگاپیکسلیه و دوربین اولترا واید داشتن 50 مگاپیکسلی دوربینا از سیستم فوکوس خودکار لیزری استفاده میکنن که به نوردهی تعادل رنگ سفید و اینجور چیزا و تشخیص فلیکر و اینا کمک میکنه دوربین سلفیش هم اگر سوال میپرسید 5 مگاپیکسلیه هر سه تا دوربین ایج 50 اولترا میتونن ویدیوهای 4K 60 فریم بر ثانیه ضبط بکنن و در کل عکسای با کیفیتی هم میگیره اگه دوست در مورد دوربین و کلا مشخصات سخت افزاری و در واقع اج 50 بیشتر بدونید ما ویدیو بررسیش رو کار کردیم که من لینکش رو این بالا اضافه میکنم خیلی خوب اچ 50 رو تموم کردیم بریم سر وقت این تاشای عزیز اولین چیزی که توجه آدمو جلب میکنه این نمایشگر بیرونیه ریزر 50 اولترا که 4 اینچه و نسل قبلی 3 و 6 اینچ بود از کل فضایی که میشد استفاده بکنه کرده حالا شما بیاید مقایسهش بکنید با زد فلیپ 6 بله احتمالاً سامسونگ بخواد تو زد فلیپ 10 12 چیزی مثلا بیاد از همچین فضایی استفاده بکنه و اون طراحی فولدر مانند کنار بذاره دیگه حالا نمیدونم روشناییش خیلی خوب شده 2400 نیت از 1100 نیت نسل خیلی بهتره دیگه چی بگم آها از LTPO پشتیبانی میکنه یعنی صفحه نمایشش رو لمس نمیکنه یا مدیایی روش پخش نمیشه میتونه میزان رو به روز رسانی و نرخ فریم رو کم بکنه و اینطوری مصرف انرژی رو بیاره پایین راستی از حس لولاش بخوام بهتون بگم به خوبی زد فلیپ 6 نیست زد فیلیپ حس میکنم یکم قرص محکم تره تو دستتون و انگار میشه به لولاش بیشتر اعتماد کرد نسبت به این گوشی نمایشگر اصلی ریزر 50 اولترا هم 6.9 اینچیه با وضوع فولشتی پلاس نرخ نوسازی متغیر 1 تا 165 هرتز حد اکثر روشنایش به 3000 نیت میرسه نسل قبلی 1400 بود دوربین سلفی هم 32 مگا پیکسلیه که بالای نمایشگر داخلی قرار داره دوربین اصلیش هم یه اشاره بکنم بهش که دوربین اصلی این گوشی 5 مگاپیکسلی تلفوتو 5 مگاپیکسلی با زوم اپتیکال دو برابری هم داره باتریش 4000 میلی آمپر ساعت با پشتیبانی از شارژ سیمی 45 وات و بی سیم 15 وات این گوشی هم توی رنگای سبز، سرمه‌ای و هلویی تو بازاره این که دست ماست خب توی که می‌بینید رنگ سبزش که به نظر من قشنگ نیست با اینکه حالا کلا من رنگ سبز دوست دارم ولی سبزش یه سبز عجیبیه واقعا چطور میشه سبزی که قشنگ اینجوری زد قیمتش بگم که نسخه 512 ش الان حدود 90 میلیون تومنه در حالی که شما زد فلیپ 6 رو با کمتر از 70 میلیون تومن میتونیم میتونی بگیری پس اصلا گوشی ارزونی نیست ولی خب داستان جای جالبیشه که این گوشی قیمت جهانیش از زد فلیپ 100 دلار ارزونتره بله اینجا ایرانه پس بیاین یه جنبندی بکنیم و به سال اول ویدیو جواب بدم ببینید من به شخصه از برند موتورولا و محصولاتش خوشم میاد به نظر من شما وقتی موتورولا میخری یه محصول با اصالت و البته با کیفیت تحویل میگیری که حالا ارگونومی و طراحی خوبی دارن هاشی های نمایشگراش معمولا کمه کل گوشه خوشگلی واسه رفقایی هم که عاشق اندروید خالص و تجربه کاربری شن هم انتخاب خیلی خوبیه چون در واقع همون حس و حال بهتون میده و شما یه رابط کاربری سبک و همچنین نرم و روون دارید تازه داخل جعبه گوشی ها شارژر هم داره و از شارژ سریع هم پشتیبانی میکنن اما به نظرم پشتیبانی نرم بیشتری میتونست داشته باشه مثلا به جای دو سه سال تو میانده خب میتونست مثل سامسونگ و گوگل چهار سالش بکنه یا اصلا ما الان پیکسل 8 ای داریم که تا هفت سال آپدیت اندروید براش میاد تو پرچم داره که اصلا حرف واسه گفتن نداره تو این موضوع چون سامسونگ و گوگل پشتیبانی هفت ساله دارن واسه پرچم دارشون خب این موضوع واسه کاربرایی که به روز بودن نرم گوشیشون براشون مهمه اصلا خوب نیست بعد از طرفی گوشه موتورولا معمولا دوربین های ای هم ندارن و تو اکثر سناریو های عکاسی و فیلم برداری به رقباشون میبازن اگه بخوایم خیلی سخت گیری بکنیم خیلی خوب دمتون گرم که تا آخر ویدیو با من همراه بودید دوست دارم نظر شما رو بدونم اگر حالا تجربه ای بابا چون؟ چرا؟ دوباره چرا؟ صدا مشکل داشت آقا دمتون گرم که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید اگر سوالی باقی مون داخل کامنت ها بنویسید و از من حمایت کنید دیگه لایک کنید سابسکرایب بکنید تا ما بتونید ویدیو بیشتری تولید بکنیم مراقب خودتون باشید و خدا حافظ که دیگه صدا سالم خداحافظ.